سرخط خبرها. حمله موشکی به پایگاه آمریکا در بزرگترین میدان نفتی سوریه. اتحادیه اروپا پاسخ ایران را دریافت کرد. هشدار ترامپ درباره وقوع اتفاقات وحشتناک در آمریکا. و پرایس ایران باید خواسته های خارج از برجام را کنار بگذارد. مشروع اخبار. حمله موشکی به پایگاه آمریکا در بزرگترین میدان نفتی سوریه. منابع خبری از حمله موشکی به پایگاه نظامی میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور خبر دادند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی تاکید کرد که دوشنبه شب صدای چند انفجار در اطراف منطقه به گوش رسیده و مشخص شده که محل اسکان و استراحت سربازان ارتش آمریکا در این پایگاه نظامی هدف حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش به محض شنیده شدن صدای انفجار، صدای آژیر خطر و خودروهای آمبولانس در اطراف این میدان نفتی شنیده شد و همزمان بالگردهای آمریکایی در منطقه به پرواز درآمدند. از سوی دیگر نیروهای قصد بازرسی و گشت خود در مسیرهای منتهی به این میدان نفتی را تشدید کردند. میدان نفتی العمر بزرگترین میدان نفتی سوریه است و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در شرق دیرالزور در کنار آن واقع شده است. اتحادیه اروپا پاسخ ایران را دریافت کرد. به گزارش جهت پرس، برخی خبرنگاران غربی میگویند که اتحادیه اروپا پاسخ ایران درباره آخرین دور مذاکرات وین را دریافت کرده است. استفانی لیختنشتاین، خبرنگار مستقر در وین گفته، بروکسل پاسخ ایران را دریافت کرده است. لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز چنین گزارش مشابهی ارائه کرده است. برخی رسانه‌های فارسی هم پیامی را از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص پاسخ ایران به اروپا منتشر کردند که تا لحظه مخابره این خبر صحت آن ثابت نشده است. همچنین شبکه الجزیره به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داد تهران پاسخ خود را به اروپایی‌ها درباره پیشنهاد بازگشت به توافق هسته‌ای ارسال کرده است. الجزیره به نقل از این منبع ایرانی نوشته حل و فصل مسائل باقی مانده برای طرف‌های غربی دشوار نیست. وی همچنین بر جزیره گفته فاصله زیادی با توافق احتمالی برای بازگشت به توافق هسته‌ای نداریم. نمی‌توانم بگویم که توافقی خواهد بود، ولی ما بیش از قبل به توافق نزدیک هستیم. هشدار ترامپ درباره وقوع اتفاقات وحشتناک در آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، همزمان با طرح اتهامات علیه خودش هشدار داد اگر وضعیت آرام نشود، اتفاقات وحشتناکی در آمریکا رخ خواهد داد. ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا در موقعیت بسیار خطرناکی است، به گونه‌ای که عصبانیت فوق‌العاده‌ای در جامعه نسبت به همه فسادها وجود دارد که قبلاً هرگز ندیده بودم. رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد تمام تلاش خود را برای کمک به آمریکا انجام خواهم داد و افزود که باید آرامش برقرار شود. پرایس: ایران باید خواسته های خارج از برجام را کنار بگذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: تنها راه برای بازگشت متقابل به برجام این است که ایران از خواسته های غیر قابل قبول خارج از برجام چشم پوشی کند. به گزارش اسپوتنیک، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تهران باید خواسته هایی که فراتر از برنامه جامع اقدام مشترک برجام در مورد برنامه هسته‌ای ایران است را کنار بگذارد. پرایس به خبرنگاران گفت تنها راه برای بازگشت متقابل به برجام این است که ایران از خواسته های غیر قابل قبول خارج از برجام چشم پوشی کند. وی تاکید کرد که اگر ایران می خواهد تحریم های آمریکا را لغو کند، باید این را درک کند. به گفته وی در وین کاهش تحریم های آمریکا جدا از بازگشت کامل به برجام مورد بحث قرار نمی گیرد.